رفقای آپاراچی سلام. با یه وقفه کوچولو تو پخش برنامه در هفته گذشته، این هفته دوباره نشستیم روبروی شما و برنامه 18 آپاراچی رو تقدیمتون میکنیم و آرزو میکنیم که شما سرحال و قبراق باشین. امروز که دو بهانه جذاب و قابل توجه داریم برای اینکه یکی دو گفتگوی خوب رو تجربه بکنیم، از جمله یکی از پیشکسوتان دوست داشتنی سینما و تئاتر و تلویزیون، آقای هرمزخان سیرتی رو برای من نشستن و به محض اینکه شما تصویرشون رو اینجا کنار ما در تهران ببینید، ممکنه که اگه هنوز در جریان دیتیل اخبار فعالیت هایشون نباشید، تعجب یا مکسی براتون پیش بیاد که آقای سیرتی که ما چندی پیش در سریال های جم میدیدیم و اونجا تعقیبشون میکردیم. ببخشید، سریال جم، من یه دونه بازی کردم. مرسی. یه دونه اونجا میدیدیمشون. اونجا کجا؟ تهران کجا؟ چه خبر؟ اینجا چه کار میکنن؟ در راست حقیقتش اینه که ما هم دلیلمون برای این همنشینی و این گفتگو همینه که سوالاتی از این دست رو بپرسیم. به هر حال این ماجرای در واقع مهاجرت برخی از چهره ها و هنرمندان و بازیگران سرزمینمون برای تجربه فرصت های شغلی و فرصت های حرفه ای جدیدتر که احتمالاً با استاندارد های متفاوتی هم هست، انگیزه و تلاش و جریانی است که این روزها دیگه جریانی نیست که بهش توجه نکنیم یا از کنارش به سادگی عبور کنیم. این رفت آمد آقای سیرتی عزیز که مرد دنیا دیده ای هم هست، شاید بهانه خوبی باشه برای اینکه کمی راجع به این موضوع سخن بگیم و بشنویم و البته حرفای مستند و دست اول و درجه یک بشنویم. امیدوارم این گفتگو رو دوست داشته باشید. آقا خیلی خوش آمدید. متشکرم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ممنونتون وقتتون بود. نه، خوشحال بودم که شما رو دونه دونه اینجا دیدم. مدت ها بود که مثلا شخص شما رو هم ندیده بودم. ممنون محبت شما. برای من خیلی جالب بود و خستگی راه هم در رفت. سلامت باشید. معمولا تو اینجور مواقع آدم ها مقاومت دارن برای اینکه بیان بشینن گفتگو کنن یا تجربه خودشون رو رسانه‌ای بکنن، اما شما مهربانانه قبول کردین این قرارو. من همیشه یه شعار کلی دارم، در خیلی از مصاحبه ها گفتم من حاشیه نشین اقیانوس هنر هستم. زنده باشی. بله، من از هنرهای دراماتیک بودم، بعد شد اداره تئاتر و بعد بازنشسته شدیم با تمام آقایان صاحب نام، استادای من آقای نصیریان، انتظامی، خسروی، همه آقای مشایخی، اینا استادای من بودن. بازنشسته شدم و یکی دو سال اول بازنشستگی کار نکردم، ولی از سال 63 به طور مستمر با صدا و سیما کار کردم تا 75. شاید حدود 20 خورده سریال بازی کردم. ضمن اینکه این وسط تئاتر هم بازی میکردم. بله. تلفیلم هم بازی میکردم. یهو 75 به این ور همه چی خوش شد. شدم هنرپیشه رادیو. تا خرداد ماه 95 با رادیو همکاری میکردم حدود 20 سال. بعد این دوره بازنشستگی از اداره تئاتر و فعالیت‌های جسته گریخته تلویزیونی، اون سال‌ها اون 12 سالش که متمرکز، ولی بعد که دیگه وارد فعالیت‌های رادیویی اینا شدین، میدونم که فعالیت‌های رادیویی به هر حال از نظر اقتصادی و معاش گرفتاری‌های خودش رو داره، درآمد فوق‌العاده‌ای نداره، دستمزدهای اندکی داره و خیلی باید با قناعت و درویشی زندگی کرد تا امورات آدم بگذره. میخوام بدونم که این موضوع اسباب رنجش شما یا زحمت شما در این سالهای بازنشستگی نبود؟ چرا دقیقا همین مسئله باز شد که من یک خطایی تو کارنامه هنریم به وجود بیاد و اون این بود که من از اون سالی که با رادیو کار کردم، رادیو درجه 5 درجه بالاییه. بله بله. دستمزد خوبی هم، ولی به طور کلی رادیو کمه دیگه. حتی من برای دوستم مثال زدم که یه ماه
84,000 تومان ریخته بودن به حساب من بابت کاری که کرده بودم، روم نشد برم بانک بگیرم. ولی خب کار رادیو کار خیلی سختیه، خیلی مطمئن لاله‌زار رو تجربه کردم. ما قبل از اینکه بازنشسته بشیم اجازه نداشتیم جایی کار کنیم، اداره تئاتر فقط برای اداره تئاتر باید کار میکردن. یه سال 54 به همه ما اجازه داد آقای پهلوی که ما سمک عیار رو بازی کردیم. بعد از اون کار نکردیم تا سال 59 که بازنشسته شدیم. بازنشسته که شدم یه مدتی خب یه مقداری بابت بازنشستگی بسیار ناچیز، بابت اشتباه محاسبه پولی که طلبکار بودم به من دادن، با اون زندگی میکردیم. زمینی که خب یه حقوق بازنشستگی بسیار پایین هم داشتیم. آقای پهلوی به ما زندگی مرتازانه رو یاد داده بود، وگرنه خیلی زجر میکشیدیم. میدونن تمام همکارای اداره تئاتری من میدونن که ما مثلا یه ماموریت یک ماهه میرفتیم 500 تا تک تومانی فوق‌العاده به ما میداد. همین باعث شد این مال چه سالیه؟ این سالهای مال خیلی قبل از انقلاب. خیلی مثلا سال 1943 مثلا وقتی شما 59 بازنشسته شدید، مثلا از حدود اوایل دهه 40 یا حتی کمی قبلترش. بله من از سال 38 گروهی داشتم در روزنامه، الان اینجا توی بیوگرافی نوشتم بهتون میدم. یک گروهی به نام افشین داشتیم، وابسته شدم به اداره هنرهای دراماتیک. سال 1340 تصمیم گرفت آقای دکتر فروغ مرحوم خدا رحمتش کنه که منو استخدام کنه و من استخدام لیستی شدم، نه اینکه به صلاح رسمی. بعد قراردادی شدیم، بعد روزمزد شدیم. سال 46 رسمی شدیم با اون سوابق ما آمد. 59 58 یه آقای آمد در اداره تئاتر گفت منظرت میخوام، من رئیس ادارم. ایداده بیداد و کلمه منظرت نه معذرت، گفت من رئیس ادارم. ایشون شدن رئیس اداره. ما اون روز 40 نفر با هم تقاضای بازنشستگی کردیم، من جمله آقای نصیریان، خانم مرحوم جمیله شیخی، آقای انتظامی، هممون 40 نفر. خیلیه، از 60 نفر 40 نفر تقاضای بازنشستگی کرد. 59 موافقت شد ما بازنشسته شدیم. خب اندکی حقوق بازنشستگی بود. بعد از سال 63 که با تلویزیون به وسیله آقای شنگله دعوت به کار شدم، پیدایش صهیونیسم، جنبش‌های آزادی بخش، یک سری کار برای تلویزیون کردم. اینا تئاترای تئاتر اینا. بله، تئاترای تلویزیونی بود. هرتسل رو در تلویزیون من بازی کردم، بنیانگذار اسرائیل. خب مورد محبت آقای شنگله بودم به دلیل اینکه ایشون با من سال 49 یک کاری کرد به نام کلمب از جانانوی. دیده بود من چجور کار میکنم، من دعوت کرد کار کردم باشون. خب کسی گریخته کار بود، یه سال دو تا سه تا چهار تا. خب اون موقع شما مسافرید که پول نمی، تلویزیون اینقدر پول نمیداد که همون با همون شندقات زندگیمون و بوناتمون میگذشت، به خاطر همون مرتازی، زندگی مرتازی. تا اومدیم رادیو 75 برای سمک عیار، رادیوی آقای محمد عمرانی میخواست کار کنه، منو دعوت کرد که برم بازی کنم. من از محیط رادیو خوش اومد، گفتم من میتونم اینجا بمونم کار کنم. گفتم یه درخواست بنویس. و درخواست نوشتیم رئیس وقت و همین بازی من در سمک عیار امتحان من شد در رادیو. ما دیگه بعد از اون شدیم بازیگر رادیو. تا 85، حالا چقدر؟ 20 سال. حدود 20 سال خب زندگی ما روی تصویری یا تئاتر هم من با قالبالو بازی کردم. 80,000 تومان دستمزد گیر من اومد. 6 ماه کار کردم. آرش شیواتی رو با خانم نجومی کار کردم، 50,000 تومان بهم دادن. خب تئاتر هم که تامین کننده نیست. بله. تصویری باید زندگی ما رو تامین کنه. 20 سال دعوت نشد. در این کش و قوس بودم که یهو تو خرداد ما یک تلفن به من شد، تلفنم زنگ زد، دیدم خودشو معرفی میکنه آقای فلانی، من یه پروژه اینجوری دارم 90 قسمتیه،
آیا یه نقش دارم برای شماست؟ آیا حاضری بیای بازی کنی؟ من فقط دهنم سوخت، گفتم ببینم چرا نه. شروع کردن دیگه. بعد از اون تلفن کردن یک آقایی به نام آقای علیپور و هم من خواهش کردم سینافس رو برای من بفرست. خلاص داستان رو فرستاد که اینجا دارم، آوردم برای تو. در 8 صفحه است. طرح سریال هتل جادوی. بله. آوردم. هی تلفن شد و تلفن شد و بعد مبلغی که گفت، البته بر مبنای بیکاری و بیپولی و خجالت پیش زن و بچه و همه اینا پذیرفتم. نه جدا نمینه. ما الان من خدمت این دوستمون میگفتم ما دو تا تو دندونامونو نمیتونیم، پول نداریم. همین الان که من رفتم اومدم اونجا سر من اونجا اون کلا گذاشتن، نداریم دندونامونو چون گرانه دیگه. بیمه مونم که اونقدر چیز نیست. حالا به هر حال ما اونا ما رو ول نکردن، ما قبول کردیم. سینافس خوندم دیدم خیلی قشنگ، نقش قشنگ. از نقطه شروع مذاکره هم، همون تماس اولم به شما گفتن که این سریال داره بر جای دیگه تهیه میشه، تولید میشه، کجا پخش میشه؟ بله. روشن بود. دقیقاً روشن کردن که در آنتالیا داریم کار میکنیم، در ترکیه آنتالیا، و خوشحال میشیم اگه تو بیایی. خب اغوا کننده بود، هم نقش و هم مبلغی که اینجا من در مسیقه مالی بودم. اگه دوست دارین مبلغش هم بگین آقای سیرتی. اگه اجازه بدید. نه اونو بر من حالا من میگم. البته قرار بود مجموعاً 10 میلیون تومان مایانه برای من پیش بینی کردم مخارج و چون از اینجا من تهی کردم که به من گفتن تو با خانواده بیا، گفتم نه من باید بیام اونجا رو تجربه کنم، محک بزنم، بعد اگر خوشم اومد میمونم. من ماه اواسط ماه، یک ماه و نیم، یعنی 45 روز اول، یه آقایی در هم اتاق من بود به نام آقای قندالی. هم اتاق نبودیم، مجموعی که برای من گرفته بودن دو اتاق داشت که همه چی جدا داشت، دستشویی و همه چی و حمام. اتاق من بودم یه اتاقشون. او خیلی جوان بود، خیلی. من یه شب با هم درد دل میکردم، گفتم پشیمون شدم، من نباید میومدم، چرا که در سن سال من از نظر احساسی دارم لطمه میخورم. من اینجا قندم رو 120 115 اینجوری بود. اونجا انقدر این ناراحتی های من زیاد شده بود، یه بار گرفتم 179. خیلی ترسیدم ناشتا. اینم باز فاشیه برم یه تیکه. به مزی که اومدم دو روز بعدش شد 120. دوباره مرتب. آره اومد سر جاش. چون آرامش پیدا کردم. حالا من اونجا بودم. به این آقا یه مقداری گاهیشون خیلی دیر می اومد چون سر صحنه بود، دستیار کارگردان بود. کمتر می تونستیم با هم صحبت کنیم، ولی گاهی که می نشستیم در دل می کردیم. من فقط یک بار به ایشون گفتم که اگر خانومم اومده بود، دلم می خواد خانومم بیاد اینجا رو ببینه، برگرده. نه ترکیه رو، نه این کار رو، برگرده. اگر خانومم اومده بود من برمی گشتم. در صورت که روز اول رفتم بهش گفتم که من حرفه‌ایم، هرچی باشه تا آخرش هستم. 3 ماه هم که تمام شد اون کار رو انجام داد. اگر شرافت باشه، وجدان باشه، به هر حال همه ما زن و بچه داریم. بله. این وجدان یه چیز دیگه خاصه. من بالای پله‌های رستوران بهشون عرض کردم که کج داریم میریم، داستان داره عوض میشه، اگه اینطوری باشه من نیستم. گفت نه 2 ماه دیگه، تا 2 ماه دیگه مجبوریم. مخصوصا بعد از اینکه آقای عقیلی، دوست هنرمندم، آمدن توی این کار، یا آقای به نامردی یه چیزی از قول من نوشته که من حرفی نزدم. من یه چیزی گفتم آقای عقیلی تجربه 40 سال سینمای خودمون رو، من کارشو دوست داشتم از اون اولش هم. اگر سینمایی میرفتم، اگر عقیلی بازی داشت 100% میرفتم، چون بچه پروی فیلم فارسی بود و حق مطلب رو خوب ادا میکرد. من اونجا پیش اون آقای بازرس عرض کردم که ایشون
حالا کلمه دیگه ای گفتم، حالا غی کردن رو میگم. ایشون غی کرده، جیم داره میخوره، کیف میکنه. اون 40 سال تجربه شد. راجع به شخصیت آقای عقیلی هیچی نگفتم، چون بی نهایت دوستش دارم. بسیار آدم منطقی، خانواده دوسته، و من چون خودم خانواده دوستم بهش احترام خاصی میذارم. بعد از اون ور به من زنگ زدن که تو چی گفتی؟ من نگاه کردم تو موبایل، یه آقایی که من دست سمستان ها دستمال گردن میزنم برای حفظ سینم، سرما نخور، کاپشن سرما پوشیدم، اون عکس رو گذاشته، عکس شبه، روزم نیست. بعد نوشته که آقای ارموسیلتی امروز اومد دادسرای حرفا زد. حتی من به اون آقای جناب شرفی هم عرض کردم، گفتم که شرافتمندان شما به عکس نگاه کنید، ببینید من اینو گفتم، این عکس عکس زمستانه، عکس دستمال گردن و کاپشن کلفته. این آقا نمیدونم والا کیف، ما معمولا تو محافل که میریم میبینی که یه میان دوست دارن عکس بندازن. حالا من نمیدونم ایشون کجا با من این عکس انداخته، ولی قدر مسلم این است که هم شب بوده و هم زمستون بوده. ربطی به الان؟ بله. حالا گاهی در کنار یه خبر بالاخره عکسی رو از شما سرچ میکنن که مربوط به همون روز خبر نیست، اما برای اینکه معرفی بشه که آقای سیرتی منظورم مثلا یه استناد اینجوری بصری هم داشته باشه، یه عکسی رو بر بود شما میذارن اونتا، ولی ایشون میگین تو مطلب تاکید کرده بود که تاکید کرده. بله اینم عکسش. بله بله. بعد خیلی بهم برخورد. من معتقدم که شرافت کار اول باید انجام بده. به هر حال گذشت، حالا هر چی که ایشون خواست، و من وجدانن اینجور اصلا نفکر میکنم راجع به آقای عقیلی، نه بی احترامی میکنم، چون بی نهایت بهش احترام قائلم و آدم با شرف. آره ایشون اومد تو کار، روال کار عوض شد. من بالای پله‌ها به آقای کارگردان عرض کردم که اگه اینطوری باشه من نمیام. گفت دو ماه دیگه این روال باید پیش بریم، تا دو ماه دیگه. از اونجایی که دیگه نمیشد به این آقا اعتماد کرد بر مبنای این سینافسی که برای من فرستاده بود، من دیگه اعتماد نداشتم بهش. ممکنه دو ماه دیگه هم بگفت نه همینه، اصلا میخوای بخونه خونه. و من باربونه رو بستم، اومدم خانومم بردم، اومدم ایران خانومم بردم. یه کفش پنج شیش روزی موندیم، یه جایی که لازم بود بردم ببینه، گشت و برگشتیم. از اینجا بلیت اصلا دو سره گرفتم که برگردم. اونجا دو تا کارگردان کار میکنن که موازی هم کار میکنن. یکی همین آقایی که منو دعوت کرد، آقای مظلومی، حالا من چون اسم نمیخوام بیارم شما اسم آورده، یکی آقای چارکچیان. بله. آقای چارکچیان خیلی سینمایی کار میکنه، یعنی صحنه‌ای که من با ایشون داشتم خیلی خوشم میومد. برای اینکه سوابق ایشون هم مثلا سینماییه. بله؟ برای اینکه سوابق ایشون هم بله. سینماییه. آقای چارکچیان اول یه مستشات میگرفت طبق معمول سینما، بعد خورد میکرد کار پلان به پلان کارا رو میگرفت. خیلی آدم خستگیش در میرفت. دوست دیگه ای ما بزن برویی، سه تا دوربین میذاشم همینجوری کار میکرد. آخرین پلانی که یا سکانسی که گرفتم، من اینکه مثلا دوبار میخوندم حفظ میشدم، نمیتونستم حفظ بشم، انقدر که استرس داشتم، انقدر که مشکل داشتم. اون سکانسی بود که من سکل پور که میخواد بیرون کنه مدیر داخلی، اینا رو صدا میکنم میگم که بازرگان ها آمدن اینجا، ایرانی ها میخوان که کالاشون رو ما اینجا جا بندازیم، شما رو من اخراج نمی کنم، میخوام که شما این اجناس و کالای ایرانی رو تو هتل و تو اینجا جا بندازید، اونم شرطش اینه که خارج از زمان کاری تو، زمان استراحت تو باید این کار، در نتیجه بیرون تو نمی کن. نمیتونستم الان ببینی حفظ دارم میگم، ولی اصلا نمیتونستم، نمیشد، اینقدر که حاشیه داشت اذیتم میکرد. ولی خب تصمیمم گرفته بودم، شاید همین تصمیم قطعی گرفتن باعث شده. اصلا من تصور نمیکردم برای من این عکس العمل نشون بدن. من در شرط مالی خیلی بدی بودم، معتقدم که اگر دولت کار برای این 40 نفری که ما بازنشسته شدیم، غیر از آقای نصیری و آقای انتظامی،
و آقای کشاورزی مدتی ولی یه مقدارم من کجا بچه کار کردن؟ کجا کار کردن؟ سلام، من مهسا عرفانی هستم در آپاراتچی با خبرهای هفتگی سینمای ایران و جهان با شما هستیم. در آپاراتچی پلاس با ما همراه باشید. این چند روزی که من آمدم تلفن‌هایی که به من میشه بعضی از دوستا یا برخورد میکنیم جایی باز اینا هم تمایل دارن که برن، که من دیروز و پریروز صحبت کردم با چند تاشون. آقا به خدا در باغ سبزه. ببینید تنها کسی که اونجا پروژه‌ای رفته بود من بودم. بقیه چه ترتیبی؟ حالا بقیه یه سری جوان‌ها به خاطر اینکه اونجا اصطلاحشون همینه، اینجا سکوی پرتابه برای ما، آمدن اونجا گفتن ما مسیحی شدیم، رفتن یو ان گفتن ما مسیحی شدیم، برگردیم ایران ما رو می‌کشن. در نتیجه بهشون پناهندگی دادن. خب اینا میان برای جم کار میکنن، برای اینکه شندر و غاسپول بگیرن. میتونه به اینا، من از اونجا که آمدم با پسرم صحبت میکردم گفتم که این آقای کریمیان که تو حالا ندیدمش ناسیونالیسته، ایرونی ها رو کار میده. پسرم گفت رو اشتباه میکنی، به شما ایرونی ها کار میده چون ایرونی ها نمیتونن اونجا جایی ندارن برن حق و حقوقشون رو بگیرن، ولی ترک ها میذاره خفتش پولشو میگیره. این نمیخواد پول بده به کسی. مگه تو پرداختا و توی تعهداتشون هم انجام نمیدادن؟ بله، من همین الان که خدمتون هستم همون جا که بودم رفتم برای تصفیه حساب. خانم اسمش چیه؟ خانم مژگان. من یادمه ایشون از بچه های اونجا 3 تا 4 تا کارت آبربانکشون رو گرفت، فرستاد پول از تو بانک در آوردن جمع کردن، تونستن با من به صورت ظاهر تصفیه حساب کنن. و منم وقتی رفتم برای تصفیه حساب خانومم اونجا بود، یه قسمی به من داد و خودش و بچه هامو و نوامو که خیلی دوستش دارم قسمم داد، گفت این خانومایی که میگن که آقا مهرم حلال جونم آزاد، با این فلسفه برو، اصلا یک ذره هیچ نه اعتراض کنید. چون اول رسیدم به این خانم مژگان عرض کردم که خانم من مکتوب میخوام. هی من نشون گفتم پس من برم بعدم بیام. گفت نه، اون اتاق باید یه آقایی به نام گودرزی تازه آمده بود رئیس اونجا شده بود، گفت این در باز بشه حل میشه قضیه شما. ما نشستیم یادم یه آقای آمد، نیده بودم ایشونم، گفتن که ایشون رئیس موقت اینجاست یا به جای آقای کریمیان آمده. گفت آقا ما مکتوب به هیچ کسی چی ندادیم، حتی با شما قرار دادم نبستیم. گفتم بله، چون من اول رفتم خیلی مصر بودم که قرار داد میخوام، ندادم. این است که نمیتونیم به شما مکتوب چیزی بدیم. بر مبنای اون چیزی که قرار بود، ببینید قرار بود مثلا از اون 10 تا 7 رو به من بدن، 3 تا خرج کرای خونم، موبایلم، عرضم به خدمت رو گوشم و نهارم بشه. پس عملا هزینه های اقامت شما رو هم خودتون داشتین پرداخت میکردین؟ قرار نبود من بدم، ولی بعدا کم کردن از من. به همین دلیل مکتوب به من ندادن. بعدم یه مبلغی گذاشتن جلوم، منم امضا کردم به ذمه جمع. بله من تصفیه حساب کردم پیرو اون چیزی که خانمم گفته بود میرم حلال جونم از بود. سخیری هم نکردین دیگه؟ نه هیچ هیچ، فقط گرفتم آمدم گفتم خدا اومدم. بله اومدم. اونجا چه اتفاقاتی براتون افتاد وقتی رفتین اونجا؟ درگیر موضوعات خاص و عجیب غریب و ویژه؟ آره ببینید، شاید بعضیا این رو توجه نداشتم، من خب باید کت و شلوار و کراوات میسادم، اون شخصیتی که بازی میکردم. بله بله بله. یه خانومی که من اول فکر میکردم طراح، بعد فهمیدم که جامه داره. مثلا من یه صحنه رو براتون مثال میزنم، من تو دفتر کارم نشستم، صدا میاد، میدوام میرم در طرف درمانگاه، میدوم
طرف درمانگاه، اونجا به مدیر داخلی میگم که خانم از شما دیگه توقع ندارم. شما دیگه چرا این صدا تو دفتر منم داره میاد؟ حالا من خانم دویده اومده وسط کار داره کراوات من درست میکنه، این آستینت خیلی اومده بیرون، آقای کریمیان گفته باید یه سانت بیرون باشه. گفتم که خب اینا همه راه داره، کراواتو میتونی سنجاق کراوات بزنی حرکت نکنه، بعد آستینم میتونی اینجا کش بذاری نگرش داری، ولی وسط کار که کسی نمیاد. این من از شخص کارگردان میخواستم که این حرفو بزنه، ولی اینقدر این آدم فکر کارهای دیگه بود و موبایل بازی میکرد، دو تا موبایل رو شکمش بودم چون با اون داشت بازی میکرد، اصلا توجه به این کارا نداشت. و من گاهی خب میدونید که من تئاتریم، دادم میز دادم زدم گفتم آقا من هنرپیشم، آرتیست نیستم، اینایی که میبینی همه آرتیستن، خدا شاهده باورتون شاد نشه، داشتن میگفتن 3 2 1 داشت با موبایل پیام میفرستاد به جان به مرگ بچه هم، دو نفر سه نفر شاید. آخه مثلا من انتظار داشتم اون شخص از اونور بگه آقا بذار کنار. آخر سر من یه دو گفتم من معذرت میخوام، تکرار کنید، من خواهش میکنم، میتونم خواهش کنم اینو بذارین کنار، من تمرکزم به هم میخوره. بعدم گفتم به اون خانم جامدار گفتم که یه رو مونده به بازی منو ببردم باغچه سرم ببرو. ولی وقتی بازی کار داره شروع میشه، ببین خانم من صدا رو باید در نظر بگیرم، نور رو باید در نظر بگیرم، میزانسن رو باید در نظر بگیرم، دیالوگی هم باید بگم، حسم رو باید داشته باشم، این یه رو به من کار نداشته باش، بذار من تمرکز داشته باشم. خدا شاهده تا لحظه آخر این مسئله بود. چرا پیش آقای چارکچیان بودیم، آقای چارکچیان چیز کرده بود، یه دفعه توپ میرفت نکنیم. شما یا مثال دیگه میزنم، آقای عقیلی اولین روزی که اومده بود به سلام من و ایشون با هم برخورد داشتیم، ایشون منو بغل میکنه به عنوان عمو یه دور میچرخونه، حالا من قبل از مریضی هم بودم، ایشون یه کیسه آویزون بود، این کیسه اومده بود این بار اومده بود دویده بود کیسه رو درست کنه. آقا این بابا حرکت میزانسن رو ندیدی؟ این داره این کارو میکنه. از این طور چیزا زیاد بود که اعصاب منو در طول کار. اونجا شما با کیفیت ویژه‌ای هم مواجه نبودین؟ یعنی مثلا سفر از ایران که گاهی اینجا ما معمولا گله های تکنیکی و فنی و کیفی داریم که بعضی همکارای ما در تلویزیون در جای مختلف مثلا با بدون وسواس و بدون سختگیری و با شتاب بیشتری کار میکنن و یه چیزایی میگذرن، اونجا هم پس این اتفاقه همچنان در جریان؟ قسمت چارکچیان نه، ولی قسمت ایشون بله. اصطلاح خودمون بگیم دیگه، بزن برویی. بله بله بله، اصطلاح خودمون. آره. تو کار اینور بزن برویی بود، ولی در صورتی که اون با یه دوربین کار میکرد، این با 3 تا دوربین یا 2 تا دوربین. اینجا بزن برویی بود ولی اونجا نه. خود به خدایی آدم باید حرف. بعد غیر از مثلا موضوعاتی مثلا اینکه خانم‌ها حجاب ندارن طبیعتاً یا با استاندارد پوشش اونجا کار میکنن زندگی میکنن و اینا، آیا مثلا موضوعات دیگری هم در فضای این همکارا و دوستا و اینا اونجا در جریان بود یا شکل میگرفت، یا چیز آزاردهنده ای، موضوع اخلاقی نمیدونم؟ نه خود به خدایی مثلا فضای نه ببینید، فضای غیر از رابطه من و کارگردان که یه مقدار سرد بود، من توقع داشتم از ایشون، ولی بقیه خیلی صمیمی و خوب و بی‌نهایت هم به من احترام می‌گذاشتن و حتی همین الان هم اگه برای من مسیج می‌زنن استاد خطاب هم می‌کنن که من میگم با من و دانشجو هم دارم تلمز می‌کنم، دارم از شما چیز یاد می‌گیرم، ولی نه من اونجا ندیدم. خود به خدایی ممکنه حجاب و به صلاح روسری و اینا رو برداشته باشن، ولی اون از اونورم سفارش میشد که لحظاتی که من متوجه نیستم یا مثلا اون خانم متوجه نیست، صحنه‌های زشتی نباشه. اینا رو خود به خدایی بود، ولی خب به هر حال آداپته شده بودن دیگه، مطابق روز زندگی میکردن، ولی من خطایی ندیدم. یعنی مشکل شما هم با اون فضا مشکل حرفه‌ای بود؟ مشکل بله حرفه‌ای بود. حرفه‌ای بود. مشکل سلفی و شغلیتون بود؟ موضوع دیگری؟ بله هیچ. من هیچ مشکلی حتی
با خود ایشونم هیچ موقع برخورد بد نداشتم. فقط به صورت معمولی با هم صحبت می‌کردم. بچه‌های دیگه از فضای کاری که اونجا داشتن راضی بودن، مخصوصا بچه‌هایی که از اینجا رفتن. آره، اینا یه ذره چیز کردیم، اینا اومده بودن اونجا به صورت اینکه حالا معاصی شدن اومدن اونجا کار بکنن، پول بهشون نمیدادن و این بیچاره‌ها به خاطر اینکه اونجا بمونن اون سکوی پرتاب براشون درست بشه تحمل می‌کردن. حتی این یه صحنه من شنیدم که درست کردن، من ندیدم. اینم بهتون بگم، من عادت ندارم کار خودم رو ببینم، چون بعضی صحنه‌ها ممکنه راضی نباشم از کل، نمیتونم خودم نگردارم، در نتیجه نمیدیدم. پسرم میگفتم ضبط کن، من میام ایران میبینم. اون موقع که اوایل که برنامه اینجوری بود. ولی بچه‌های طفلکی‌ها به خاطر این مسئله تحمل میکردن، هر نوع خفت ایران تحمل میکردن. یک روزی باز حالا اینجا من اونجا یه نزدیک خونه من یه بازار بود به نام جمعه بازار، خودشون میگن جمعه بازار. خب من هفتگی اگر بیکار بودم میرفتم یه ذره میوه اینا میخریدم میذاشتم توی یخچال برای طول هفتمون. اما هفته اول بود یا دوم بود یه خانومی ایرانی با دو چرخه اومده بود اونجا خرید. من دیگه شما اومدین؟ گفتم خب آره. چیه چه اینجوری؟ گفتی من ترسیدم. گفت اینا ترور شخصیت میکنن، آدما رو خرد میکنن، اینجوری میکنن، اینجوری میکنن. گفتم با من جرئت نمیکنن همچین کاری بکنن. من لحظه ای که ببینم به شخصیتم، به هنرم داره لطمه میخوره، میرم. اینو بدون من همچین کاری نمیکنم. به واقع اگر همچین چیزی اتفاق میافتاد انجام میدادم، ولی نه، بچه‌های اون بچه‌ها طفلکی‌ها به خاطر اینکه اون چیز رو تحمل کنن، چرا یه ذره قرولندهای اونچنانی بود که لطمه می‌خورد به شخصیتشون. حالا اونا جوان‌تر هم بودن، بالاخره بهشون این چیزا رو هم می‌گفتن. من هی ذوق دارم تونتون بپرسم اینا رو، برای اینکه بدونم که ماجرا اول سرتای ماجرا خوب بشنم. بعد که شما چه مدت برگشتین تهران؟ بله، حدود 15 روز. 15 روز اومدید. توی فاصله با شما اینجا چه برخوردی شد؟ بگیر و ببندی؟ آقا چرا اونجا بودین؟ نمیدونم پاستون رو بگیرن تو فرودگاه. نه، تا حالا تا خونه که رسیدم هیچ مشکلی نداشتم. چند روزی هم اومده بودم قبل از عاشورا و تاسوعا. یه دوستی داشتم که اهل تفرشه، صحبت کرده بودیم که اونجا تعزیه است. گفتم من خیلی دلم میخواد بیام تعزیه ببینم، چند سال ندیدم. بعد به من گفت خب بریم. من گفتم نه، الان تازه اومدم نمیتونم. خانومم خیلی اصرار کرد که برو، ولی رویت خوبه، تو اینطور چیزا هم دوست داری، اونجا میبینی یه ذره جون میگیری. ما بلند شدیم با این دوستمون رفتیم. رسیدم اونجا دیدم تلفنم زنگ میزنه. یا آقای خیلی خوش صحبتی به من گفت شما هرمز سیرتی هستید؟ من فکر کنم از دوستام شوخی کردم باشون، گفتم بله تا اینجا برنده شدید، خودم هرمز سیرتی هم. یه ذره خندید. اون بعد به من گفت که شنبه اداره گذرنامه ساختمان شماره 2 تشو بیارید اونجا ساعت 10:30 صبح. ما رفتیم اونجا و یه چیزایی گفت، من نوشتم، یه چیزایی سوال کرد، اینو مکتوب دادم، امضا کردم دادم. دو روز بعد دادسرای نایه 1 همین بالاها همین جاز منو خواست. اونجا هم رفتم یه صحبتی کردیم، 3-4 ساعت صحبت کردیم. این آقا فقط توی صحبتش میگفت دادگاهی هم داری، یعنی به نوعی احساس میکردم داره تهدیدم میکنه، دادگاه هم باید برم. شما فکر میکردین که انگار که شما جرمی مرتکب شدید؟ بله، که من گفتم من جرم مرتکب نشدم، من آقا بازیگرم. غیر از کشورهای عربی هر کجای دنیا دعوتم کنم میرم بازی میکنم. حالا چرا نسبت به کشورهای عربی حساسیت دارم نمیدونم. حالا شاید این مسائل اخیراً عربستان و نوعی مشکلاتی که برای ملت ما در آورده شد تسبیح تسیدم. دوست نداریم. بله. خلاصه اینا رو همه رو گفتم. گفتم بابا من هنر پیشه دوست داره کار کنه. بله. من یادم قدیما با سرکار استوار بازی میکردم، آقای پورمند و سیاد و پرویز کاردان اینا. آقای افهمی آمد پهلوان نایب میخواست درست کنه، به من گفت میای با من کار کنی؟ گفتم آره. اینا رفتم پیش رئیس تلویزیون شکایت که این هنرپیشه ما رو دزدیده، من خواست. گفتم آقای هنرپیشه من عاشق کارهای بهتره،
همیشه نمیخواد یک من اینجا با یا بچه دوست باد بازی کنم یا بچه کیت خدا باد بازی کنم. نقش ثابت که مال سرکار استوار و مال اونه سرگروبانه، ما اینا رو بازی میکنم. حالا اینجا نقش عالی میخواد بهم بده. قانه شد رئیس تلویزیون وقت آقای قطبی. به هر حال ما شروع کردیم اونو بازی کردن، شهر بچه ها رو بازی کردن، دوستام شهر بچه ها رو من خودم کارگردانی کردم. بعد رفتم خانه قمر خانم، بعد دیگه برگشتم اداره تئاتر بعد از کلم دیگه باز رو اجازه نداشتم. و از 63 که به وسیله آقای شنگله دعوت شدم تا همین خرداد ماه امسال با رادیو تقریبا هم کاری میکردم، تصویری نه ولی رادیو عرض کردم خدمت. بله بله فرمودید. خیلی از همکارای ما دارن مثلا هالیوود هم بازی میکنن، نه فقط ترکیه و جم و نمیدونم این حرفا و اینا، حتی تو سطوحی که بازتاب گسترده تر بین المللی بله. داره، اکران مفصل تری داره، پیمان مهادی پروژه های بزرگی رو شرکت میکنه بازی میکنه، همایون ارشادی این کار کرده بله. و در رفت آمد هم هستن، اینجا هم دارن کار میکنن با سلام صلوات یعنی با چه تفاوتی وجود داره فکر میکنی بین بچه هایی که اینجا تفاوت فنی و تکنیکی در سطح کارشون رو عرضه میکنم و این موقعیته که یه جایی خارج از این مرز برای یک رسانه غیر از رسانه های جمهوری اسلامی، غیر از سینما و تئاتر جمهوری اسلامی کار کردن، چه تفاوتی بین اون گروه از بازیگرا و گروهی که شما باشون کار نزدیک کردید؟ ببینید من اولا سیاسی نیستم، اصلا به سیاست به اون صورت کار ندارم. من بازیگرم، میخوام بازی کنم. ولی الان این سوال شما منو یاد یه داستان انداخت. من یه 7 قسمتی بازی کردم که پخش نشده، مهندس شرکت نفت بازی میکنم و بمباران آقای صدام رو در یکی از این چاهای نفت که اونو ترمیم میکنم و درست میکنم. آقایی که آمده بود تهیه کننده شده بود با یکی از دست اندرکارهای رأس بالای تلویزیون همسایه دیوار به دیوار بود. از ایشون یه خطی گرفت، اندیکاتور نویس وزارت ارشاد اسلامی بود. اصلا کاری نبود، دست چپ و راستش رو تو سینما نمیشناخت. ایشون با اون نامه شد تهیه کننده. پولا رو میگرفت نمیداد، بچه‌ها رو آزار میداد، کارهای عجیب و غریب میکرد. این برای گروه اجتماعی کار میکرد، این آقای پور محمدی رئیس گروه بود. ادام بدم؟ بله بله بفرمایید، خواهش میکنم. نه چرا بگم ادام بدم؟ آره می‌خواستین یه قصه ای بگین. آره آقای پور محمدی، ما رفتیم پیشش گله و شکایت کردیم، من و مرحوم جمشید لایق، چون بچه‌ها همه دست به دامن ما شده بودن. اواسط دهه 70. بله قبل از 75 بود. بله ما رفتیم و آقای پور محمدی گفت که من اگه 4 تا مثل شما داشته باشم این تلویزیون درست میکنم. خیلی خوشحال اومدیم جان، آقای پور محمدی چه چیزی گفت و پس ادامه میدیم این کارمون. 2 روز 3 روز بعد من خواستن آقا دست بردار میدم بگیرن تو منو، من کاری نکردم. شما دارم پیروز به من گفتید 4 تا مثل تو داشته باشم. رفته بود آقا نامکی یه نامه آورده بود، حل شد قضیه. هنوز هم پخش نکردم به خاطر پولایی که اون آقا خورد بهش که نداد. سریال هم به جایی نرسید؟ بله پخش هم نشد، سریال تمام شد. تو انبار داره خاک میخوره به خاطر گله‌ای که شما کرده بودین؟ نه پول بچه ها رو نمیداد، ما درخواست کردیم ملاقات گرفتیم، آقا این پولا رو گرفته فلان تاریخ 8 میلیون گرفته، فلان تاریخ این 8 میلیون گرفته، برده تو این بانک به این حساب گذاشته، همه رو روشن بهش دادیم. خب اینو حالا تعریف کردین که چی رو بگیم در... خب می‌خواستم بگم که الان باید این آدما اون آدما رو داشته باشن که اگر میرن اونجا کار میکنن. خب آمریکا هم به هر حال هالیوود هم لختی داره و هم معمولی داره، باید یه همچین چیزی باشه. من به زعم خودم، به عقل ناقص خودم که 50 اندیه دارم کار میکنم، حمایت و اینا حمایت دارم میشن. من بدترم یا آقایی که شوهر یکی از خواننده ها بود و رفته اونجا بازی کرد و آمده الان اینجا نقش رضا شاه رو بهش دادم بازی کرد و خیلی چیزای دیگه.
یه چیز دیگه بپرسم. من پارتی ندارم، ببخشید. اینو باید بگم. نه، پارتی ندارم که مثلا برای من مدافع من باشه که من برای بازی کنم. از یه نوع حمایت دیگه ای حرف زده میشه. یعنی مثلا میگن که سازمان سینمایی اعلام میکنه بازیگران و هنرمندایی که رفتن از ایران و با جای دیگه هم کار کردن برگردن، بیان اینجا سر کارشون، ما حمایت میکنیم سرزمین خودشون کار بکنن. این حمایت چه رنگ و بویی داره؟ این با اون حمایت فرق میکنه. الان شما که برگشتین فعلا تا اینجا دو جلسه رفتین جواب؟ من برگشتم ولی منتظرم که بعد از این دو سه جلسه تیربارون رو بکنن به دلیل اینکه من خطای بزرگی کردم. من بازیگرم آقا، به من چه که فلان خانم رخ شده یا نشده، به من چه که خانمی اون سریال رو سریشو برداشته. من بازیگر مرد تا حالا دست از پا خطا نکردم تو این رشته کاریم. برای همه احترام قائلم، برای هنرم احترام قائلم و احترام میگذارم به چارچوبه هنرم. ببینید در طول این 50 خورده سال و این همه صحنه کار کردم، از پادویی، جاروی صحنه، مدیر صحنه، همه اینا رو گذروندم، بازیم کردم، حالا شدم مرموسیرتی. گناه نکردم آقا، اگه من در مضیقه مالی نبودم نمیرفتم، خدا شاهده، چون ریگ مملکت خودم رو به دنیا عوض میکنم. دوست دارم کشورم رو، احساسم رو دوست دارم. همین الان امروز شما رو بعد از مدت ها دیدم، دیدید چقدر لطفش نه بس. خود به خدایی اینیم ما قدیمی ها. خب من پسرم میبینم، بچه‌هامو میبینم، نفهمو میبینم، اینا دوستامو میبینم، بیرون میبینم، اینا برای من زیباست، برای من تسکین دهنده دردمه. اونجا هیچی نداشتم. زمانی که بیکار بودم رو اون تراسه می‌نشستم یا کتاب می‌خوندم یا مثلا یه خاطراتی می‌نوشتم، بیرون نگاه می‌کردم زجر می‌کشیدم. چرا اومدم؟ بله آقای دولت، تصویری که میگین خیلی تصویر ایدئالیه که خیلی ها برای بازنشستگیشون دنبال یه تراس روبه. نه من حاضر اینم برم لب دریای خزر کتاب بخونه. من حاضرم برم لب دریای خزر ساعت ها بشینم، خستگیم در بره، زیباست. ولی اون نه، اونجا یه چیز دیگه است. اونجا شما غربت رو حس میکنی. یعنی به سن سال من نمیدونم، حالا شما جوان ها ممکنه نه، ولی به هر حال تعلقات اینجا در شما خیلی قدیمی تر و تهنشین شده. همه دوستم رفت آمد میکنم، دوست دارم پیش من بیان خونه، بیان میشینیم حرف میزنیم، گپ میزنیم، پیس میخونیم. خدا رحمت کنه همین آقای حاتمی علی آقا، ما سه تا با هم، من و اینو شجازاده با هم میرفتیم تو قهوخونه میشستیم پیس میخوندیم. یه قنو من داشتم، 2000 اون داشت میذاشتیم، برای من کیف داشت، لذت داشت. اینا خاطرات زندگی ماست. من الانم اگر فارغ بشم از این مسئله ادام نشم، میرم شمال لب دریا، هر روز میرم، هر چند روزی که اونجا باشم 2 ساعت 3 ساعت لب دریا میشینم، دریا نگاه میکنم. گذر آب عالیه برای تسکین اعصاب. به هر حال به این نتیجه رسیدم. بل واقعا هنوز شما، حالا صرف نظر از این شوخی که میکنید درباره تیرباران و ادامه این حرفا، واقعا هنوز منتظرین که براتون دادگاهی تشکیل بشه؟ گفتن که باید منتظر باشید. شرفی که اخیراً با من صحبت کرد، 3 بار توی صحبتهایی که سوال و جواب داشتیم اشاره به دادگاه کردن. نمیدونم تو این فاصله مراجعه یا مکاتبه ای نداشتین؟ که البته تازه اومدین، هنوز وقتی نشده، ولی با سازمان سینمایی، با مسئولان سینمایی کشور که راجع به این حمایت هایی که آقا برگردین حمایت میکنیم، نمیدونم کمک میکنیم، اینا به چه شکله، چه حمایتیه، به چه ترتیبه؟ من آقای ایوبی رو خوندم. بله، ایشون اشاره کرده بود که من رو صندلی پدر نشستم، ما پدرانه نصیحت کردیم نرین. من به یکی از دوستات 2-3 روز پیش نیم یه صحبتی بود، گفتم از قول من بهشون بفرمایید، از رادیو با من مصاحبه میکردن تلفنی، گفتم از طرف من بهشون بفرمایید که پدر وظیفه داره که خورد و خوراک بچه هاشو تأمین کنه، شما خورد و خوراک منو تأمین کردید، من این تومان حقوق میگیرم، 2 میلیون کرایه خونه رو شارژ میدم. بله، حقوقی که من میگیرم زیر این 2 میلیون تومانه. بقیش ببیند رادیو کار میکردم، یه مقدار میشد. آقا من چی کار میتونم بکنم؟ شما برای من اینجا کار تولید کنید، نه من، همه جوانهای ما. ببینید، خواه از این مملکت بیرون میذارن.
البته شما با توجه به سابقتون، سن و سالتون، همه مختصات شما، 49 سالم ما. بله بله بله. من منظورم اینه که انگیزه های جذابیت های زودگذر جوانانه دیگه ندارین. حالا برم اونجا یه فضای بازتری باشه برای تجربه هم، برای بازیم، برای اکتم، برای آیندم، چه میدونم اونجا مثلا تصویری از یه عیش و عشرت دیگری داشته باشه آدم که بگه من دارم برای این میرم. شما دیگه اینا گرم و سردتون نمیکنه و انگیزه هاتون اینجور بوده. اما رفقای دیگه و بچه های دیگه هم میگیم که اونا هم با انگیزه های حرفه‌ای و فکر میکنم اونجا واقعا براشون ممکنه سکوی پرتابی باشه. ببین. با این کیفیتی که داره من... خروجی که ازش برمیاد من... به نظر نمیرسه به اینجا آدم پرتاب بشه. من یه مثالی یه چیزی دیدم از اون روز تا حالا همشون ناراحتم. من چهارم تیر از اینجا پرواز کردم. چیزیه؟ نه نه نه. چهارم تیر من از اینجا پرواز کردم. خانم پردیس افکاری و شوهرشون آقای محمد نجفی با هم روی ردیف نشسته بودیم. من یه چیزی دیدم که خیلی زجرم داد. من خوشحال بودم که دارم میرم بازی کنم. تو وجود خودم اقرار میکنم. بله. برگشتم دیدم پردیس داره از شیشه هواپیما بیرون نگاه میکنه و گریه میکنه. داشت ترک میکرد مملکتو. چرا باید پردیس افکاری زن بسیار دختر بسیار بااستعداد و بازیگر بسیار خوبیه. چون سال 72 نمایشنامه با قالبالو رو با هم بازی کردیم. خیلی اذیت شدم. خیلی اذیت شدم. خدا شاهده دلشون نمیخواد. هیچ کی دلش نمیخواد. این آقایی که اینجا این دکونو باز کرده خب خیلی اونجا مدعیان که خرجش جمهوری اسلامی در میاد مقدارش. اینجا هم همه به من میگن آقای اینه. میگم نه بابا این حرفا نیست. این آقا به نوعی الان اونجور که من اونجا استنباط کردم ورشکسته است. حالا من نمیدونم چجوری اونجا رو اداره میکنه، چجوری داره میگذرونه، که من اونجا یه اعتراضی کردم چون من موقعی که من اونجا بودم قرار بود یه سریال 120 قسمتی دیگه هم تهیه بشه، پول اونو بدید آقا بین این بچه ها تقسیم کنن. من یه بار بهشون گفتم آقا شما در سال 10 تا کار تهیه کن با کیفیت خوب، بهتر از، چون اعلام کرده بود که امسال من باید 100 تا کار تولید کنم و 100 تا کار آبکی به چه درد میخوره. بله. یه اصطلاحی داری میگه قاچ زینی بگی سواری پیش کشید. تو 10 تا کار خوب تولید کن به به و چرچه هم تو خواهی داشت، ولی 100 تا کار بی محتوا کار کنی فایدهش چیه؟ خب این چیزها اونجا یه مقدار اینجوری شایع بود که اینجا خرج میدن، اینجا هم هست، مردم گاهی تو خیابون میبینن اظهار محبت که میکنن، بعد میگن که بابا ناراحت نباش، شما میگم که منو دارم میبرم میارن نمیدونم چی میشه، آقا ناراحت نشو خود اینا خرجشو میدن، این جمله‌ای که به من میگن. البته غیر طبیعیه اینا، ولی به هر حال اونجا شایعه است دیگه، نمیشه کارش کرد که. میشه مگه؟ نه نه، شایعاتو نمیشه کار کرد. یه بخش دیگه ببینید و برگردید. من میخوام یک تا سوال برای پایان گفتگومون از سایستی بپرسم و دیگه بیشتر از این زحمتشو ندید. امیدوارم این گفتگو که به روشنی با تجربه مستند و واقعی آقای سیرتی همراه بوده و ما با این توضیحات داریم با ایشونی سفر رو ما هم تجربه میکنیم برای شما جذاب باشه. خب آپاراچی همین آدرس آشنایست که ما در اینستاگرام با شما معاشرت میکنیم روش و دوستان من رو برای شما بارها بارها زیرنویس کردن. دوباره یادآوری کردم که فراموش نکنید که ویدیوهای ما رو میبینید، برامون یه پیغامی، یه کامنتی یه جایی بذارید که ما هم انرژی شما رو، حس شما رو، سلیقه شما رو دریافت کنیم. آقای سیرتی عزیز، من به عنوان آخرین حرفا و سوالی که به ذهنم میرسه بپرسم ازتون، میخوام بدونم که از مجموعه دوستان و همکارانی که حالا ممکنه برای بیننده های ما هم بعضیشون شناخته شده تر هستن، کس دیگه هم آیا مایل به بازگشت بود یا نه؟ چند وقت پیش من دیدم که این یه
موج و شایعه ای ایجاد شد، یک کمی تو فضای مجازی بهش پرداخته شد، بعد جم، گروه جم، یه پشت صحنه هایی درست کرد، رفت سر صحنه با بچه هاش حرف زد، از جمله همین مجموعه سریال شما، رفت با بعضی خانم ها آقایون حرف زد که آقا شما حالتون خوبه، اوضاعتون خوبه، میخواین برگردین، میخواین بمونین، و بعضی از دوستان خیلی اظهار کردن که نه ما سرکاریم و فشرده و سرگرمیم و مشکلی هم نداریم و حالمون هم خوبه. به این ترتیب به نظر میداد اینقدر جدی شد این شایعه که خود جم هم به ریاکشن وادار شد، یعنی یک عکس العملی به این ترتیب نشون داد. حالا شما که با بچه ها کار کردین و معاشرت کردین و گپ خارج از کار رسمی هم زدین، به من بگین اونایی که اونجا هستن و دارن کار میکنن از فضا و موقعیتشون راضی هن؟ فکر میکنن انتخاب درستی کردن یا همشون اینجوری نیستن؟ مثلا ببینید یه سری مثلا خانوما به دلیل اینکه کشف حجاب کردن میترسن بیان یا میترسن، بله غالبا ناراضی هن. مثلا یکی از همکارای من گفت من اصلا عقیدم این نیست که اینجا بمونم، این سریال بازیگر خیلی خوبیه. گفت دلم میخواد که برم فرانسه ولی اگه نشد خیلی دلم میخواد بیام ایران. دلشون میخواد ولی این قوانینی که اصلا خانم موسکو یک سال و نیمه رابطهشو با جم قطع کرده، اصلا کار نمیکنه برای جم. بله آرزوش هم هست که بیاد، حتی مکاتبه هم کرده با اینا، معتقدن که حالا دیروز خبرگزاری پارسی چیزی گذاشته که حالا گفتیم بله آقا فلان گفته مثلا بیایم ولی اینا جرامی خودشونو باید اینجا به اصطلاح بپردازن یا کارایی که کردن. حالا مثلا همون خانم اوزکویی یه ذره میترسه بیاد دیگه، در صورتی که برای همین سریال من اون آقایی که آبدارچی منو بازی میکرد، آقای احمدی، بسیار بچه خوبی هم هست، قرار بود برای همسر ایشون رو انتخاب کردن. من حتی باش صحبت کردم که بیا تیم ما قوی تر بشه، گفت نمیام با جم دیگه کار نمیکنم. ما مشکلات چیزی داشت، بله یه سری بچه‌ای که اصلا قبل از اینکه اینا این مانورا رو داشته باشن حدود دو ماه و نیم قبل 30 نفر رو پاکسازی کرد، بچه‌ای که حقوق میگرفتن. بعد اینایی که حقوق میگیرن میزنن یه بدی داره، اینه من بگم که خیلی مهمه، مثلا بنده الان تو این نقش، اینجا نقش اولم، بعد اگر من حقوق بگیر اینا باشم به من دستور میدن برو تو اون سریال از جل دوربین رد بشو، برو اینجا مثلا قهوه چی بشو، برو اینجا مثلا چمدون بر بشو، یه لحظه باید از جل دوربین رد بشو و شما باید انجام بدید و اونایی که اونجا استخدامان باید انجام بدن. با من نمیتونستن. آقای گرشاسبی برای یه کاری به من پیشنهاد کرد که الان مشغول فیلم برداریش هم هست، من گفتم تا کارم تموم نشه نمیتونم برم، من عادتمه یه کار انجام میدم وقتی تموم شد میرم سر کار دیگه اگه باشه میام. اونم اینجوری، من پروژه‌ای میام، هیچ موقع برای یه کار اینجوری نمیام که مثلا به من بگم برو فلان کار. بچه‌هایی که حقوق روتین و ماهیانه میگرفتن شرایط دستمزدشون از شما کمتر بود یا خیلی کمتر؟ اصلا شما بین 1200 تا 1500 دلار لیر دو نفر حقوق خوب میگرفتن، یکی آقای بهمن مفید بود، یکی آقای یقینی. آخه 1500 و 2000 لیر که هیچی نمیشه، خیلی کمه میدم. خب آخه اونجا یه جوری هست که خانواده با هم کار میکنن، مثلا 1200 من میگیرم، 1200 مثلا زنم میگیره، 1200 مثلا بچه‌م میگیره، اینجوری اینجوری جبران میکنن. در صورتی که 2000 تا کمتر تو نمیشه اونجا زندگی کرد. بله بله، یعنی 2000 لیر یک زندگی معمولی میشه. بعد به من گفته بودن که، من گفتم که اقامتم داره تمام میشه، به من گفتن که این ورقه به من دادن گفتن اینو پر کن. یه آقای اونجا بود که کارمند ترک اونجاست، اینو برای من پر کرد و من 31 این برج اکتبر باید میرفتم اونجا و اقامتم رو تمدید میکردم. در نتیجه من مسئله که اینجا پیش آمد، خیلی وقت این کار کرده بودم، مونده بودن، من یه حالا دستیسه خودشون بود، یه 117 لیر خود آنتالیا
پلیس آنتالیا جریمه کرد، بعد استانبول هم حدود 120 لیر من جریمه دادم، ولی پیرو به همون فلسفه که میرم حلال جونم آزاد دادم که بدان برم. ولی به هر حال بله، بچه هایی هستن که دلشون نمیخواد اونجا بمونن، مجبورن، مخصوصا اونایی که یو این بهشون پناهندگی داده. حال نمیدونم یو این هم حقوق میده یا نه. آخه وقتی با شرط کاری و استخدامی اونجا مشغول کار هستن و پروژه و اقامت و اقامتشون به قول شما با مشاور ترکشون داره تمدید میشه، چه دلیلی داشته مثلا برن پناهنده بشن یا مثلا اعلام؟ نه، اول اومدن پناهنده شدن بعد اومدن اینجا. آها، اول نابازیگرن دیگه، شما تو سریال بل میبینید بل اصلا بل بازیگر نیستن. بله، یارو اومده مثلا اونجا فوق لیسانس فلان داره، راننده است، موزیسینه، راننده است، داره یه کاری میکنه که بتونه بمونه و تا اون تاریخش بشه که بره اون طرف. اینا همه در ناراحتی خیلی بدی دارن زندگی میکنن. اما چون رو بعد و بیرا میگن. خب طبق معمول یه خاصیتی داریم دیگه. حتی دوستای خیلی بزرگ ما که من باشون صحبت میکردم اظهار نادانی، ندامت و چیز میکردن. منطقه وقت میرسیدن نه، اینا نبود. من بود. من خیلی راحت اون چیزی که میخواستم انجام دادم. بسیار. ولی بزرگترین اشتباهی من بود دیگه، اشتباهی بود که به علت مثلا یا فقر مالی بگی هرچی بگید به این دلیل سرزد از من. به نظر شما تو این تجربه جرمی اتفاق افتاده؟ به نظر من نه، ولی به نظر جمهوری اسلامی بله. من رفتم جایی که آقای احمدی نژاد ممنوع کرده و پیمای ما برن، بعد میان به دوزدگی از جور دیگه میان. به هر حال جرم من اینه که در یادتونه ما قدیما یک کوچه ای داشتیم تو منوچهری به نام ارباب جمشید. بله، منتج همه رو میگم شما تو این داستان خلاصه کنید. نخاله ترین آدم های ارباب جمشید اونجا. خود حدیث مفصل بخوان از این موضوع. خلاصه داستان رو من برات گفتم که ببینید. الهی سر حال سلامت باشین، سالهای با عزت و با سلامتی رو کنار خانوادتون طی بکنین. امیدوارم که این تجربه برای شما تاوان و هزینه زیادی نداشته باشه و آزارتون نده. این سالهایی است که شما باید با آرامش و با حوصله و با فراغ بال با خیال خاطر جمع و راحت زندگی کنین. انشالله که همینطور هم باشه و اون حمایت هایی که راجبش حرف زده شده بود که شما در بازگشت شما میتونه از شما استقبال بکنه جلب بشه و اساساً این گفتگوها و این اظهار نظرهای شما بهانه بشه برای اینکه تمهیداتی فراهم بشه همکارهای پیشکسوت و دوستان با سابقه و اونایی که دیگه حالا به قول امروزی ها رو بورس نیستن، دیگه جوان اول نیستن، دیگه هر روز براشون کار پیش نمیاد، اما قرار نیست معاششون هم مختل بشه. انشالله تمهیدات اجتماعی خوبی فراهم بشه. اول من یه آمین بگم پشت سر اون دعایی که دیدی، ولی دیروز من خانه تئاتر بودم، ازشون خواستم که هر کسی در خفا حرف میزنه که میخواد بره یه نشستی با من داشته باشه، یادداشت کردن اینو بگم. من اینجا فارغ بشم میخوام برم ساری مازندران، اونجا هم یه سری از من خواسته بودن، من اونجا بودم خواسته بودن، گفتم دست نگه دارید تا من بیام بهتون بگم. اونا همه منتظرن که فهمیدن من اومدم برم باشون صحبت کنم. ممکن نیست تا اونجایی که در توانمه به عنوان راهنما بذارم کسی بره، چرا که هم مملکت هم دوست دارم، هم قلطاق بازی اونوری ها رو دیدم. به هر حال این سابقه کاری من یه مقدار دید من وسیع‌تر میکنه نسبت به خیلی مسائل دیگه. من خودم الان نگاه میکنم، مثلا نگاه بازی الان من با نگاه بازی 20 سال پیش من زمین تا آسمون فرق میکنه، یه عمق پیدا کرد. بله. خب بلتب من اونجا با اونشون میگودم، خودم من پشت شما را میبینم با این حرفایی که میزنید. امیدوارم که بتونم مثمر ثمر واقع بشم. انشاءالله. فقط همین
و اما این دعای شما رو انشالله آمین آمین دادم. لطف شماست. متشکرم که برای ما وقت گذاشتین و آمدین و اینجا کنار ما نشستین. کاش که میشد اگه ما تو آپارات و توی فضای مجازی این امکان رو داریم که اینقدر راحت راجع به خیلی موضوعات گفتگو بکنیم، شاید گفتگوهایی که در فضای تلویزیونمون ممکن نیست، در فضای رسانه‌های رسمی دیگه‌مون ممکن نیست، وقتی این گشودگی و فضای باز اینجا وجود داره، کاش که ممکن بود که از طرف دیگر ماجرا هم مثلا از دوستان و همکاران و رفقای جم هم توی همین فضا میشد باهاشون گفتگو کرد، نظر اونا رو هم شنید، یا یه کس دیگه‌ای که غیر از آقای سیرتی که خوشحال از این که داره اونجا کار میکنه یا این تجربه بهش براش ارزش افزوده ایجاد کرده که ما خبر نداریم ولی میتونه براش تجربه خوشایندی باشه. کاش میشد اینا هم کنار. حالا شما این قسمت رو از ما بگیرید، بخشای دیگه این پازل رو هم از فضاهای رسانه‌ای متنوعی که در اختیارتون هست کنار هم بذارین و جمع‌بندیش طبیعتاً مال خود شماست که ذهن باهوش و فعال پیگیری دارین. متشکرم که من میتونم یه چیزی بگم. بله حتما. ببینید یه چیزی از ذات مولانا داره، میگه آفتاب دلیل آفتاب، آفتاب آمد دلیل آفتاب. بله، ما این رو باید در نظر بگیریم که آیا من بد بازی کردم؟ آیا من مشکل داشتم؟ سر ساعت نرفتم، سر ساعت نیومدم؟ همه اینا دلیل بر این است که من کار خودم کردم. محافل هنری ایران از دانشگاه، خانه تئاتر، خانه سینما، پیشکسوت همه به من تبریک گفتم بابت بازی که کردم. این برای من خیلیه. من هنوز شاگردی دارم میکنم، دارم چیز یاد میگیرم، ولی این برای من خیلیه که تاییدم کردن در ایفای نقش، نه اینکه رفتن من ها، در ایفای نقش تاییدم کردن. این برای من مهمه. بسیار خوب. ما هم آرزو سلامتی و موفقیت میکنیم برای شما. خیلی متشکرم از شما که این برنامه رو دیدین، از آپارات به خاطر فضایی که در اختیارمون قرار میده و از آیسا موبل به خاطر موبلاش دیگه. ممنونم. روزتون بخیر. تندرست باشید.